اکنون افتخار این رو دارم که از خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلیس، دعوت کنم که بیام و پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی رو قرائت کنند. ایران مریم، مریم ایران، ایران مریم، مریم ایران، ایران مریم، مریم ایران، ایران مریم، مریم ایران، هموطنان، اشرف نشانها و حامیان شریف مقاومت ایران، درود بر شما که امروز جمع شده اید تا خشم خود را نسبت به ریاست تحمیلی نماینده رژیم و اعدام و قتل عام بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر ملل متحد فریاد کنید. اعتراض های قاطع شما در برابر نشاندن یکی از آدمکشان حاکم در رأس یک نهاد وابسته به ملل متحد صدای قیام و مقاومت مردم ایران است. ما به مماشاتگران و لگدمال کنندگان حقوق بشر و دستاوردهای تاریخی جهان میگوییم یقین داشته باشید رژیمی که فقط به شکنجه و کشتار اتکا دارد با هیچ زد و بندی از سرنگونی حتمی نجات پیدا نمی کند. رژیم قتل و اعدام سرنگون، سرنگون. این ملل متحد که حاصل خشم و شرم جهان به خاطر خونها و مهنتهای بشر در دو جنگ جهانی قرن گذشته بود امروز سرافکنده است، زیرا نهادهای حقوق بشریش به لوس وجود رژیم آخوندی آلوده شده است و زیر پای هیولای استبداد ذبح می شود. این یک شکست اخلاقی برای سازمان ملل و جامعه جهانی است، به خصوص که ملل متحد، شورای امنیت و کشورهای عضو آن هنوز از این رژیم به خاطر اعدام 120 هزار تن از فرزندان رشید مردم ایران حسابرسی نکرده اند. پس از گذشت 35 سال از قتل عام 30 هزار زندانی مجاهد و مبارز، هنوز هیچ قدمی برای محاکمه سران این رژیم به جرم نسل کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت برداشته نشده است. ننگ بر این بند و بس. ننگ، ننگ، ننگ. ننگ بر این بند و بس. ننگ، ننگ، ننگ. ننگ بر این بند و بس. خونهای 750 شهید قیام 1401 و 1500 جوان و نوجوان جان باخته در قیام سال 98 هنوز بر در و دیوار زندانها و خیابانهای شهرهای ایران خشک نشده است. اما میبینیم جامعه بین‌المللی جز واکنش‌های لفظی گذرا هیچ واکنش مؤثری در برابر این جنایت‌ها نشان نداده است. مگر این رژیم رکورددار اعدام در سراسر جهان نیست؟ مگر تروریسم دولتی با نام این رژیم شناخته نمی شود؟ مگر از آمریکای لاتین تا اروپا و آفریقا و خاورمیانه و خاور دور همه جا مرتکب جنایت های بزرگ تروریستی نشده است؟ کسانی که سفیر خامنه ای را به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر تحمیل کردند در مورد این تصمیم ننگ‌آلود چه پاسخی دارند بدهند؟
کسانی که به این خاری تن دادند و به آن اعتراض نکردند و در این جلسه شرکت می کنند، در برابر میلیون میلیون خلق هایی که با فداکاری و با مشقات طاقت فرسا آرمان حقوق بشر را بنیان گذاشتند چه توجیهی دارند؟ رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی می‌افزایند همچنان که در بیانیه 180 سازمان غیر دولتی، شخصیت‌های مدافع حقوق بشری، قضات و برندگان جایزه نوبل آمده است، گماشتن نماینده چنین رژیمی در این مقام از سوی این رژیم چراغ سبزی برای ادامه شکنجه و کشتار بیشتر تعبیر می شود. برخی این انتصاب رسوا را یک جابجایی منطقی، چرخشی توصیف کردند که مطابق رویه های سابق سازمان ملل است. پاسخ مردم ایران و همه مدافعان حقوق بشر به چنین توجیه کنندگانی این است که شرم بر شما باد، شرم بر شما باد، چگونه ممکن است در چرخه امور ملل متحد یک رژیم خون‌آشام چنین جایی پیدا کند؟ و راستی این رژیم به کدام یک از روال‌ها و چرخه های کار ملل متحد تا کنون متحد بوده است که حالا به چنین امتیازهایی به این رژیم داده شود؟ در مورد بسته تحریم‌های تحریمی هم که در این سالها رایج شده، باید گفت که در عمل آنچه را که رایگان و بی اثر است به مردم ایران تقدیم می کنند و آنچه را که امتیازهای نقد سیاسی و یا تجاری است به این رژیم و نصیب این رژیم آخوندها می کنند. اما عهد این بازی ریاکارانه به سر آمده است. حاصل مشوق‌هایی که سال‌های سال به آخوندها تقدیم شده، امروز به صورت موشک‌ها و پهپادهای انفجاری خامنه‌ای در حال به آتش کشیدن خاورمیانه و اوکراین است. این رژیم شکست خورده است. رژیم آخوندی در برابر قیام و ارتش بزرگ آزادی مردم ایران بی تردید سقوط می کند. آن روز هنگام روسیاهی همه کسانی است که مسبب سقوط ارزش‌های جهان شمول انسانی شدند. اهانت به آرمان حقوق بشر و توهین به مردم تشنه آزادی در ایران نباید ادامه پیدا کند. رژیم آخوندی باید از تمام نهادهای ملل متحد اخراج شود. سران این رژیم باید به خاطر نفس‌کشی و جنایت علیه بشریت تحت محاکمه قرار بگیرند. سلام بر شهیدان، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما. مریم، مریم، ایران.
آزادی با مریم رجوی، دموکراسی آزادی با مریم رجوی، دموکراسی آزادی با مریم رجوی.